پیشبینی دیوان کننده سیمپیون ها برای سال 2024 سیمپیون ها یک مجموعه انیمیشنی تنز آمریکایی که در برخی از قسمت های اون پیشگویی هایی از آینده انجام شده مثل پیشبینی رئیس جمهوری ترام، هدست اپل ویژن، کرونا و چند چیز جالب دیگه در این ویدیو ده تا از جالبترین پیش بینی هایی که اونا انجام دادن رو خواهیم دید. جاه ترامپ برای ریاست جمهوری در سال 2024. آیا نویسندگان سیمپیون ها یک گوی دارند که میتونن آینده رو پیش بینی کنن؟ چون که به نظر میرسه اونا همیشه پیش های خودشون رو درست انجام میدن یکی از چشمگیر ترین پیش های اونا برای سال 2024 نامزد شدن ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا بود جالبه بدونید توی اون قسمت از سیمپیون ها ترام همین طوری روی صحنه رفت و جاه خودش رو با همین کلمات نمادین اعلام کرد دوباره آمریکا رو بزرگ و باشکوه میکنم و امشب نامزدی خودم رو برای ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام میکنم در سال 2015 در یکی از قسمت های سیمپیون ها تابلوی رو هم در پس زمینه میبینید که روی اون نوشته ترام 2024 فروپاشی اقتصادی تصور کنید یک روز از خواب پا شدید و شاهد فروپاشی اقتصادی در جهان باشید اقتصادان ها پیش بینی می کنند که حتی قدرت های اقتصادی بزرگ مانند آمریکا و چین هم در سالهای آینده ممکن شرایط اقتصادی وحشتناکی را تجربه کنند با همگی کووید 19 و جنگ اوکراین در روسیه و اسرائیل و فلسطین هر روز داریم به این فروپاشی نزدیک میشیم شاید بپرسید این چه رفتی به سیمپیون ها داره در سال 2000 در یک اپیزود از این سریال میبینیم که در دوران ریاست جمهوری ترامپ یک فروپاشی اقتصادی وحشتناک رخ میده با اینکه ممکن است سال آینده ترامپ رئیس جمهور بشه به نظر میاد اتفاقات خوبی نخواهد افتاد پیشبینی اپل ویژن پرو توی یکی از قسمت های این سریال شخصیت ها دارن از اپل ویژن پرو استفاده میکنن حتی اونا فراتر هم رفتن را دارن به صورت مجازی غذا میخورن شاید کمی از واقعیت دور باشه و ممکنه سالهای آینده این موضوع هم غیر عادی به نظر نیاد البته به تازگی یک شرکت تکنولوژی معروف با استفاده از این هدست ها و غذا تجربه بهترین رستوران های جهان رو برای مشتریان خودش شبیه سازی کرده فکر میکنم چند سال دیگه این موضوعات هم مثل املاک و بازی در این زمینه عادی به نظر برسن پیشبینی ظهور هوش مصنوعی چیزی که این سریال رو خیلی معروف کرد جدا از قصه و شخصیت‌های اون پیش بینی های بظاهر دقیق این سریاله در قسمت 17 از فصل 23 صحنه ای وجود داره که هومر شغل خودش رو از دست میده اون هم به این دلیل که ربات ها جای اون رو میگیرن در حالی که همین حالا هم خوش مصنوعی هایی مثل میلی و چت جی پی خیلی از شغل ها رو از بین بردن به تازگی در ژاپن هم از ربات هایی رونمایی شده که در سراسر سر جهان به عنوان پیشخدمت کار میکنند پساب مریخ در قسمت 6 از فصل 27 سریال این دکترها به دنبال داوطلبانی هستند که مایل به ثبت نام برای مهاجرت به مریخ و تبدیل شدن به اولین ساکنان مریخ هستند لیزا با اشتیاق داوطلب میشه و بقیه اعضای خانواده هم همین کار رو انجام دادن اما در پایان روز وسیله نقلی اونا شروع به کار نکرد و در نهایت به جایی نرسیدن اما این قسمت با نگاهی اجمالی به سال 2051 به پایان رسید جایی که مارج و لیزا دارن توی مریخ زندگی میکنن امروزه همه دیگه میدونیم ایلان ماسک چه برنامه هایی برای سیاره مریخ و ثبت نام برای زندگی در این سیاره داره شاید به نظر شما این چیزها تصادفی باشه اما این پیش بینی ها اینقدر زیاد و دقیقن که نیاز به تفکر بیشتری دارن جنگ جهانی سوم شاید باورش کمی سخت باشه اما در یکی از قسمت های سریال سیمپیون ها یکی از شخصیت های سریال همه رو از خواب بیدار میکنه و از اونا میخواد با عجله به یک پناهگاه پناه ببرن چون جنگ جهانی سوم شروع شده و مرتب فریاد میزنه این پایان جهانه با اینکه این قسمت به عنوان یک قسمت تنز پخش شده بود اما با توجه به درگیری های امروز بعید نیست شاهد جنگ جهانی سوم هم باشیم اگرچه دنیا در جنگ کامل نیست اما در صلح کامل هم نیست فیلم باربی و دستگیری ترامپ دقیقا در روزی که ترامپ دستگیر شد فیلم جدید باربی هم منتشر شد سیمپیون ها سالها پیش در قسمتی از فصل پنج صحنه ای رو به نمایش گذاشته بودند که در اون مجری اخبار خبر تصادف عجیب بین انتشار عروسک باربی جدید و دستگیری رئیس جمهور رو پخش میکنه واقعا چگونه ممکنه که این سریال واقعی تا این حد به واقعیت نزدیک شده باشه آیا واقعا تهیه کنندگان و نویسندگان سریال سیمپیون ها از آینده خبر دارن سیاه چاله در فصل 24 سریال در قسمت دوم که در سال 2013 پخش شد این خانواده سعی کنند از خشم یک سیاهچاله مرموز فرار کنند. این سیاهچاله همه چیز رو به داخل خودش میمکه و همه چیز رو نابود میکنه بسیاری نگران هستند که ممکنه یک فاجعه یا رویداد طبیعی به وجود بیاد جهان هرگز اون رو تجربه نکرده با توجه به پیشگویی سیمپیون ها هیچ بعید نیست این اتفاق به وقوع به پیونده ماشین هایی که پرواز می کنند اگر به فیلم های آینده نگر و تخیلی علاقه مند باشید احتمالا دیدید که ماشین ها پرواز می کنن. در قسمت 15 از فصل 16 سیمپیون ها هم ماشین هایی وجود داره که پرواز می امروزه ماشین هایی ساخته شده که بدون راننده حرکت می کنن. اما ممکن روزی بیاد که ما هم بتونیم این خودروهای شناور رو ببینیم به تازگی هم خودروهایی در حال آزمایش هستند که میتونن به شکل هلیکوپتر پرواز کنند. گوش مصنوعی سرکش میشود. همه ی ما امروزه شاهد رشد روزافزون هوش مصنوعی هستیم اما آیا هوش مصنوعی میتونه ترسناک بشه حتی چند شخص معروف در حوزه تکنولوژی و یکی از مدیران گوگل هم این اختار رو داده بود که حتی با اخراج اونا همراه شده بود اما سیمپیون ها هم در سال 1994 این موضوع رو هشدار داده بودند این خانواده در حالی که داشتن از نسخه ترسناک دیزنیلند دیدن میکردن دیدن اونجا داره کاملا توسط ربات های داره میشه در حالی که ربات ها شورش کردن و شروع به کشتن همه کردن این موضوع این نگرانی رو ایجاد میکنه که تا چه حد حاضریم با هوش مصنوعی پیش بریم رئیس جمهور زن با اینکه زنان بارها خودشون رو در عرصه سیاست ثابت کردن اما در ایالات متحده تعداد بسیار کمی زن تونستند به کاخ سفید راه پیدا کنند اما در یکی از قسمت های سریال سیمپیون ها لیزا یکی از شخصیت های این سریال به عنوان اولین رئیس جمهور زن ایالات متحده انتخاب میشه بعضی از مردم تصور میکنند این موضوع به کاملا هریس به عنوان اولین زن سیاهپوست معاون رئیس جمهور آمریکا اشاره شده اما شاید در آینده این پیشبینی دقیقتر اتفاق بیفته